در این لحظه همراه میشیم با آل گرین، نماینده ایالت تگزاس در مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات. آقای گرین از حامیان جدی برقراری آتش‌بس در غزه هستند و از کنگره آمریکا با ما گفتگو میکنند. آقای گرین سلام میکنم بهتون. اولین سوال این هست که آنچه در خاورمیانه در حال روی دادن وضعیت بغرنجیه که مشکلات زیادی رو برای غیر نظامیان ایجاد کرده و اونها این وسط گرفتار شدن، توصیه شما برای حل این معضل چیه و چه انتظاری از ایالات متحده آمریکا داریم؟ خب خیلی ممنون که میزبان من هستید و نخست اجازه بدید من این رو اشاره کنم که من از رنجی که شاهد هستم و از رنجی که شنیدم در موردش اندوهگینم به این دلیل که مردم جانشون از دست میدن و مردم کشته میشن، مردمی که نباید کشته میشدند. این چیزیست که قلب یک نفر رو جریحه دار میکنه و وجدان یک نفر رو آزار میده و گاه وجدان باعث میشه که انسان در برخی موارد به نتیجه ای برسه که همواره با افکار عمومی و محبوب یک جور نباشه، اما وجدان باید همیشه حاکم باشه و به این دلیل اینجا هستم که من وجدان دارم و این رو یک چیز مهم از لحاظ اخلاقی میدارم تا درباره اون چیزی که باید اتفاق بیفته صحبت کنم. اگه ممکنه یک بار دیگه سوالتون رو تکرار کنید ممنون میشم. بله حتما. من میخواستم بدونم که شما در این رابطه چه انتظاری دارین از دولت ایالات متحده آمریکا؟ خب من بسیار امیدوارم که دولت من بتونه به اون طرف‌های درگیر امید ببخشه. ما می‌خوایم که فلسطینی‌ها این رو درک کنند که ما همچنان به راه حل دو کشوری باور داریم. ما همچنان باور داریم که ابزارهایی هست، روش‌هایی هست که ما می‌تونیم دو کشور داشته باشیم، کشور فلسطین و کشور اسرائیل در کنار هم و در صلح. من فکر می‌کنم راه رسیدن به اون، دستیابی به این باید چیزی بیش از امید باشه، بیش از حرف باشه. من فکر می‌کنم ما باید به فلسطینی ها بفهمونیم و بهشون بگیم که این امید با کمک همراهه، کمک برای بازسازی زندگیشون. نگاه به ویرانی که در سرزمین های فلسطینی میشه نگاه کنید که به نظر من این رو ضروری میکنه که ما آماده باشیم برای یک دوره گذرا. در مدتی که جنگ تموم شده، درست بعد از پایان جنگ، ما در اون زمان نیاز داریم که روند بازسازی رو آغاز کنیم. من فکر میکنم که باید یک ائتلاف برای ساخت دوباره بهتر وجود داشته باشه، ایجاد بشه. من فکر نمی‌کنم ایالات متحده بتونه بدون همکاری و اندیشه کشورهای منطقه‌ای که اسرائیل و فلسطین در اون واقع هستن این کار رو انجام بده. سعی کنیم بیشترین کمک رو برای اونها بگیریم در اسرع وقت، ولی باید برای اون برنامه‌ریزی بکنیم در این مدت و باید امید ببخشیم برای کمک، امید با کمک ببخشیم.